استقرار نیروهای یگان ویژه در مقابل منزل غلام حسین کربازچی، عدم اعلام نرخ بیکاری بعد از 223 روز، برگزاری دادگاه عضو سپاه پاسداران در نیجریه، ناتوانی مترو در پرداخت قبض برق زمستانی به دلیل افزایش قیمت برق، سرکوب معترضان در مصر به شیوه ایران 88، انتقاد از شیوع ویروس دروغ و تهمت در فضای سیاسی کشور، آغاز تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان. توجه شما هموطنان گرامی را به مهمترین اخبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان در 24 ساعت گذشته جلب می نماییم. نیروهای یگان ویژه در مقابل منزل غلام حسین کربازچی استقرار یافتند. به مناسبت روز 28 صفر و رحلت پیامبر و امام حسن و امام رضا قرار بود غلام حسین کربازچی به رسم همه ساله میزبان عزاداران حسینی باشد که برای برگزاری مراسم روزه به منزل وی مراجعه کرده بودند. اما این مراسم با مداخله نیروهای امنیتی لغو شد. به گزارش سهام نیوز، از صبح روز چهارشنبه نیروهای امنیتی تماس‌های بسیاری با آقای کربازچی برقرار و درخواست لغو مراسم را به بهانه نداشتن مجوز کرده بودند. بر پایه این گزارش، آقای کربازچی در واکنش به این تماس‌ها اعلام می‌دارد: این مراسم 17 سال است که در منزل من برگزار می شود. از طرفی مراسم دعا و نیایش و روزه نیازی به مجوز ندارد و من نیز نمی توانم با همه تماس بگیرم و بگویم مراسم لغو شده است. در پی این پاسخ، از ظهر روز چهارشنبه یگانهای ویژه در برابر منزل کربازچی مستقر شده و مانع از ورود مراجعه کنندگان به منزل وی و برگزاری مراسم شدند. این در حالی رخ می‌دهد که در سال گذشته به رغم فضای امنیتی حاکم این مراسم بدون هیچ مشکلی برگزار شده بود. 223 روز است که نرخ بیکاری اعلام نشده است. با وجود اینکه در 223 روز گذشته دو نرخ بیکاری فصلی تابستان و پاییز با جزئیات کامل آن باید از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شد، ولی عدم تحقق این امر و همزمانی آن با اعلام ایجاد 1.3 میلیون شغل جدید در کشور توسط مقامات دولت مستقر، تردیدها و گمانه‌زنی‌ها را درباره احتمال افزایش نرخ بیکاری به وجود آورده است. به گزارش مهر، طی سال جاری شورای عالی اشتغال برنامه‌ریزی کرده بود که از طریق به کارگیری امکانات دستگاه‌های مختلف مرتبط با حوزه اشتغال 1.1 میلیون شغل جدید در کشور ایجاد شود. وزیر کار و امور اجتماعی در ماه گذشته تحقق 1.3 میلیون شغل جدید، یعنی 200,000 فرصت بیشتر از تعهد سال جاری استانها را اعلام کرد و بیان داشت که ممکن است این میزان تا پایان سال جاری به 1.5 میلیون فرصت شغلی نیز بالغ شود. اما عدم اعلام نرخ بیکاری و روشن نبودن وضعیت بیکاران کشور در ماه‌های فصول تابستان و پاییز امسال در این بیان شد که برخی از کارشناسان بازار کار و حتی برخی از اعضای شورای عالی اشتغال نیز به این موضوع با دید تردید نگاه کنند. از این رو در یکی از آخرین جلسات برگزار شده شورای عالی اشتغال، رحیمی معاون اول رئیس دولت از وزارت کار و امور اجتماعی خواست که در این رابطه مستندات نحوه ایجاد مشاغل جدید در استانها را ارائه کند. جلسه ای نیز اخیراً در وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد که در آن قرار بود وزارت کار در رابطه با ایجاد مشاغل جدید جزئیات بیشتری را به اعضای شورای عالی اشتغال ارائه کند.
با این حال به دلیل عدم اعلام نرخ بیکاری کشور در 8 ماه گذشته، حواشی و گمان زنی های فراوانی در مورد احتمال افزایش دوباره نرخ بیکاری پس از زمستان 88 و بهار سال جاری به وجود آمده است. دادگاه عضو سپاه پاسداران در نیجریه به اتهام دخالت در قاچاق اسلحه به آفریقا برگزار شد. در حالی که کارشناسان سازمان ملل به نیجریه سفر کردند تا بررسی کنند که آیا سلاح‌های ارسالی از سوی ایران به نیجریه قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده یا خیر، عظیم آقاجانی عضو سپاه پاسداران که متهم به قاچاق سلاح به نیجریه می باشد، روز سه‌شنبه 12 بهمن 1389 در دادگاهی در لاگوس حاضر شد و ادعا کرد بیگناه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقاجانی که با سپردن حدود 131 هزار دلار وثیقه به طور موقت از بازداشت آزاد شده است، در اسناد دادگاه به عنوان تاجر و عضو سپاه پاسداران معرفی شده و به همراه 3 شهروند نیجریه وارد کردن سلاح غیرقانونی به این کشور و تلاش برای صادر کردن مجدد آن متهم است. ماموران امنیتی نیجریه اوایل آبان ماه امسال در جریان بازرسی از یک کشتی تجاری 13 کانتینر حاوی اسلحه و مواد منفجر را کشف و ضبط کردند که به گفته شرکت کشتیرانی صاحب کشتی از بندر عباس در جنوب ایران بارگیری شده بود و قرار بود به گامبیا منتقل شود. دولت گامبیا حدود 1 ماه پس از این واقعه با ایران قطع رابطه کرد و دولت نیجریه هم اعلام کرد که موضوع را بر اساس وظایف خود در چارچوب قطعنامه 1929 به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیکی که از آنها نام نبرده بود نوشت که 2 مضمون ایرانی این پرونده عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند. مسئولان امنیتی نیجریه با وساطت آقای متکی توانستند با یکی از این 2 مظنون که احتمالاً آقای آقاجانی بوده است گفتگو کنند، اما مظنون دوم مسئولیت دیپلماتیک داشت. دولت ایران تنها گفته است که این سلاح‌ها متعلق به یک شرکت خصوصی و مقصد آن کشوری در غرب آفریقا بوده است. مترو نمیتواند قبض 3 میلیارد تومانی برق مترو در زمستان را پرداخت کند. مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران هزینه برق مترو در 3 ماهه پایانی سال را 3 میلیارد تومان عنوان کرده و افزوده است: طی نامه ای از وزارت کشور خواسته ایم این مابود تفاوت را جبران کند. به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر ربیعی با بیان اینکه با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت برق مصرفی مترو بیش از 5 برابر شده است گفته است: با افزایش نرخ قیمت برق مصرفی مترو باید در 3 ماهه پایانی سال 3 میلیارد تومان هزینه برق بپردازیم که با توجه به عدم افزایش قیمت بلیط تا آخر سال امیدواری ما با تفاوت قیمت برق توسط دولت پرداخت شود. وی با بیان اینکه سوخت اصلی مترو برق است و 90% برق مصرفی مترو صرف حرکت قطارها می شود خاطر نشان کرده است: با افزایش قیمت برق هزینه های مترو افزایش سنگین یافته و موجب تشدید مشکلات می شود. مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و همزهان داشته است: در سال جاری دولت باید 60 میلیارد تومان به عنوان یارانه بلیط مترو تهران پرداخت کند که از این میزان تا کنون 17.5 میلیارد تومان پرداخت شده، در حالی که مسافران و هزینه های مترو افزایش یافته است. دولت مصر به شیوه سرکوب جنبش سبز در ایران 88 روی آورد. روز چهارشنبه برای مخالفان دیکتاتوری در مصر روز متفاوتی بود. آنها پس از نزدیک به 1 هفته حضور در خیابانها که با حضور چند میلیونی در قاهره و دیگر شهرها به اوج خود رسید، در این روز با شدیدترین سرکوب مهندسی شده از سوی حکومت روبرو شدند. سرکوبی که صورت ظاهری آن درگیری بین 2 گروه مردمی بود، اما واقعیت آن چیزی جز رویارویی نیروهای لباس شخصی حکومتی با معترضان نبود.
رخدادهای روز چهارشنبه مصر اگرچه برای مصریان تجربه بود، اما برای ناظران ایرانی ماجرا یک خاطره بود. آنها چیزی شبیه این وضعیت را در 30 خرداد 88 و روزهای بعد تجربه کرده بودند. چنانکه شکل و شمایل سرکوب در مصر نیز تقریبا کپی برابر اصل از مدل ایرانی بود. حضور لباس شخصی ها در سرکوب و مردم نامیدن آنها، اختشاشگر توصیف کردن معترضان و متهم کردن آنها به برهم زدن امنیت، اخبار و گزارش های یک سوه و دروغ تلویزیون دولتی مصر، تحریک اقشار فقیر و کم درآمد علیه مخالفان و توزیع پول و غذا بین آنها برای تحریکشان به درگیری با تجمع کنندگان مخالف حکومت، حمله به تظاهر کنندگان با چاقو و چماق، برخوردهای خشن با خبرنگاران و چندین وجه تشابه دیگر که تصویر امروز مصر را چیزی شبیه ایران سال گذشته ترسیم می‌کرد. منابع خبری گزارش دادند که حزب حاکم سه‌شنبه شب جلسه داشته و تصمیم گرفت هواداران مبارک را به خیابان‌ها بیاورد. نتیجه این شد که چهارشنبه دولت برخی افراد را که در چند روز اخیر به خاطر ناامنی‌ها کسب و کار خود را از دست داده بودند، در هواداری از خود به خیابان‌ها آورد. اما تجمع این گروه با حضور هزاران پلیس لباس شخصی که آشکارا سازماندهی شده بودند، ابتدا سر و سامان یافت و ساعاتی بعد به سمت میدان تحریر حرکت کرد. ممانعت موقت ارتش از حضور این گروه هم به نتیجه نرسید، چرا آنها با چوب و چماق و سنگ به قصد درگیری با اردوکشی خیابانی اختشاشگران آمده بودند و در نهایت هم به میدان تحریر که محل تجمع مخالفان حکومت بود راه پیدا کردند. گفتنی است تنها تفاوت این لباس شخصی های سرکوبگر تظاهرات معترضان در قاهره با لباس شخصی های سرکوبگر تظاهرات 30 خرداد تهران در این بود که در ایران لباس شخصی های پلیس و بسیجی به میان معترضان میتاختند و آنها را متفرق میکردند، اما در مصر این وظیفه ملی و میهنی بر عهده شتر سواران بود. الجزیره گزارش داد که در جیب برخی از حامیان دولت و مهاجمان که به دست مخالفان افتادند، کارت شناسایی پلیس و نیروهای امنیتی پیدا شده است. سایت حوزه علمیه از شیوع ویروس دروغ و تهمت در فضای سیاسی کشور انتقاد کرد. سایت رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه با انتشار یادداشتی به قلم سید محمد مهدی موسوی به انتقاد از شیوع فضای بی اخلاقی، دروغ پردازی و تهمت پراکنی پرداخت و نوشت: تهمت و افترا بدون شک زشت‌ترین دروغ‌ها در زمانه ای ماست. گناهی بس ناجوان مردانه که به جهت بردن آبروی افراد و هتک حرمت و تحقیر شخصیت آنها از مصادیق بارز نادیده گرفتن حق و ناس است و از این رو توبه از آن هم امری لازم. واقعا جای تأسف و تأثیر بسیار از گاهی انسان‌ها به راحتی به یکدیگر انگ می‌چسبانند و برخی دروغ‌ها را به یکدیگر نسبت می‌دهند و تأسف آورتر آن که این پدیده شوم در عالم سیاست ورزی بعضن رنگ و بوی بیشتر و جدی‌تری دارد، گویی که برخی از سیاسیون و فعالان در این حوزه این مسئله معروف را نشنیدند که آب رفته را شاید بتوان به جوی بازگرداند، اما با آب روی رفته چه باید کرد؟ تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان آغاز شد. نایب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان از آغاز به کار رسمی این هیئت و تعیین محورهای تحقیق و تفحص خبر داد. به گزارش ایسنا، حسین حسینی نقوی نماینده برامین در مجلس با اشاره به برگزاری جلسه روز گذشته هیئت تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان اظهار داشت: در این جلسه محورهای تحقیق و تفحص با نظر اعضا مشخص و در 4 محور تعریف شد. نقوی محورهای استیضاح را شامل جایگاه حقوقی و قانونی این شورا، اعتبارات و محل تأمین این اعتبارات، اقدامات شورا در مورد برگزاری همایش‌ها و دخالت‌های این شورا در امور نظر سیاست خارجی که در شرح وظایفش نیز اعلام کرد و ادامه داد: هر کدام از این محورها دارای محورهای فرعی دیگری نیز هستند که پس از تایید نهایی این محورها هیئت رسما کار خود را آغاز کرد.
به گفته وی، هیئت رئیسه مجلس طی نامی رئیس و نواب رئیس را به شورا معرفی می کند تا به همراه کارشناسان در این شورا استقرار یابند و اقدامات لازم در مورد تحقیق و تفحص را انجام دهند.